سرنوشت این منطقه رو نیروهای مقاومت در رأس اونها حزب الله سرافراز زخم خواهد شد. خب در رأس اونها چرا حزب الله؟ چون نزدیکی از بقیه است دیگه، یعنی از همه نزدیکتر حزب الله. مردم لبنان فراموش نکردن که روزگاری، حالا این برگشت به گذشته و تاریخ، خب زمان سید حسن نصرالله دیگه، اینها روزگاری نظامیان رژیم قاسب تا بیروت رو زیر چکمه خودشون قرار میدادن که سید حسن توی عملیات سال 2000 و بعد 2006 دیگه این رو از بین برد و با فرماندهی و هدایت او حزب الله تونست رژیم صهیونیستی رو از این محدوده ها جنوب لبنان خارج بکنه. این حزب الله بود که پایان ها رو قطع کرد و لبنان رو عزیز و سربلند کرد. این اون نگاه تاریخی. حالا من توی بحث استحکام یه نکته رو فراموش کردم، اینجا من هایلایت کرده بودم که نگفتم، چون ساختار مستحکم که حالا بی ارتباطم نیست دیگه، برای اینکه پای اینها رو بتونه قطع بکنه، این استحکامه همچنان میتونه ادامه داشته باشه. یکی از زاویه این که امروز عصر جنبش های بیسره، یعنی اساساً جنبش های بیسر و ناجنبش ها، جنبش هایی که سر ندارن، یکی از مسائل جدی هست. یعنی الان شما حساب بکنید مردمی که توی منطقه هست دارن این چنینی، این خوی وحشی و غیر قابل اعتماد تمدن غرب و پاسگاه پایگاه اونها یعنی رژیم صهیونیستی رو میبینند. خب اینها آماده هست، یعنی اینا آماده هست به عنوان ناجنبش علیه رژیم صهیونیستی عمل کنند، آماده هست. حالا چه سر داشته باشن که خب بهتر میتونن عمل کنن، چه سر نداشته باشن، یعنی این استحکام بخشش اینه، ساخت مستحکم حزب الله که حالا همین الان یدود آهارنوت اعلام کرده از یک منبع نظامی که صفی‌الدین رهبری اون حزب الله رو به دست گرفته، یعنی نفر بعدی الان اومده و کار رو داره ادامه میده و حزب الله در حال برنامه‌ریزی برای بمباران شهرهایی که ممکنه تل آویو هم در بین اونها باشه. حالا این گمانهایی که مطرح میکنن، اما به هر شکل چه این جنبش ها امروز با شرایط فعلی با امکانات ارتباطی که وجود داره سر داشته باشن، چه سر نداشته باشن که سر داشته باشن منسجم تر عمل میکنن، سر هم نداشته باشن به واسطه رفتارهایی که رژیم داره انجام میده، این فضای جو بی‌اعتمادی که ایجاد کرده، اینها دوباره انسجام پیدا میکنن یا سر پیدا میکنن یا حتی بدون سر علیه شما عمل میکنن. و این استحکام بخشش به خاطر همینه، یعنی اون رویکردی که رژیم صهیونیستی داشته از این زاویه یک همچین ساخت مستحکمی رو پیش روی خودش به عنوان گروه مقاومت ایجاد کرده که خب طبیعتاً اینها همیشه میرن میگردن سرها رو بزنند که اون استحکام از بین ببرن. اما غافل از این که تو همین دوره شما میبینید اتفاقاتی که مثلا در فرانسه میفته، خودشون میان تحلیل میکنن که میگن اینها جنبش هایی هستن که سر ندارن، ناجنبشن. اتفاقاتی که بعضا توی کشورهای منطقه توی دوره بیداری اسلامی در مصر و کشورهای دیگه افتاد، خب اینها خیلیشون جنبش های بی سر بودن دیگه. الان با این رویکردی که حزب الله داشته و داره و با این رویکردی که امروز در مقابل رژیم صهیونیستی داره، این ساختار مستحکم حتی به نظر من بدون سر، که سر داره و ادامه پیدا میکنه این حرکت با مدیریت و تدبیر فرماندهان بعدی، اما حتی بدون سر هم که شما در نظر بگیرید، اینها نشون داده اتفاقات اخیر توی سالهای گذشته، از بیداری اسلامی بگیرید تا اتفاقاتی که توی فرانسه رخ داده تا اتفاقاتی که بعضن میان اینها سعی میکنن که توی کشورهای مختلف ازش سواری بگیرن و یک سری از حرکت‌های جنبشی علیه حکومت‌های مستقر، از جمله توی ایران هم که توی اتفاق 1401 سعی کردن این کارو بکنن. خب این اتفاقات نشون میده که اتفاقا این ساختار مستحکم میتونه خیلی بیشتر از قبل موضوعیت داشته باشه، که حالا اینها، این حزب الله بود که پای اونها رو قطع کرد و لبنان رو عزیز و سربلند کرد از محدوده جنوب لبنان تا بیروت. امروز هم لبنان به حول قوه الهی دشمن متجاوز و خبیث رو روسیه و پشیمان خواهد کرد. طبیعتاً وقتی که این اتفاقات میفته و مردم حس جنگ میگیرن و میبینن دشمنی رو، میبینن حجم خباست اینها رو و حجم این که اینا چقدر بیرحمند، اون ترسی که اونا میخوان جلوه بدن، سگی هاری که میخواد هم ازش بترسند، اما این ترس، این رفتارهای نامتعادل بیشتر مردم رو به یک انسجام میرسونه که در واقع با اون تقابل بکنند. و حالا در نهایت هم ایشون میگه بر همه مسلمانان فرضه که با امکانات خودشون در کنار مردم لبنان و حزب الله سرافراز بایستن و در رویارویی با رژیم قاسب ظالم و خبیث اون رو یاری کنند. که حالا این کلمه فرض رو هم من نگاه میکردم،
توی مباحث فقهی معنای فرض و واجب در فقه، فرض چیزیه که باید در همون لحظه اجرا بشه، یعنی شما اگه همین الان میتونی این کارو بکنی باید این کارو بکنی، یعنی باید در همون زمان انجام بشه، در لحظه باید این اجرا بشه و هیچ تأخیری قابل قبول نیست، یعنی شما اگه الان میتونی این کارو بکنی باید انجام بدی. این کلمه فرض بارش اینه. اما واجب چیزیه که باید در زمان مناسب و حتی با تأخیر هم میتونه انجام بشه دیگه. حالا یه موقع هست میگه نماز واجب که شما باید موقعش بخونی، چون واجبه اگه تأخیر هم باشه قضاش رو باید اعاده بکنی، که حالا اینجا رهبری توی صحبتشون از کلمه فرض که باری بالاتر از کلمه واجب داره نظر فقهی استفاده کردن. که خب حالا من اینجا میمدارم میخوام این رو بس بدم که ما چی کار میتونیم بکنیم، چه کارهایی میتونیم بکنیم. یه بخشش خب حرکت های نظامی پشتیبانی هاست و غیره، ولی خب بقیه مردمی که دغدغه دارن، آقا فقط این که بریم مثلا تظاهرات بکنیم، این که بریم توی میدون ها جمع بشیم و اینها، اینا همش درست، اینا همش درست. اما یه مقدار بیایم از اقداماتی که طرف مقابل داره انجام میده، از دشمنی هایی که داره اون انجام میده، از نظر عقلانی، از نظر اینکه انسجام ایجاد بکنن، از نظر اینکه افکار عمومی رو بیارن پای کار برای حمایت از رژیم صهیونیستی و حرکت هایی که داره ایالات متحده داره انجام میده توی جبهه‌های مختلفی که درگیره، یه مقدار اینا رو مطالعه بکنیم و ببینیم که اینا دارن چطور نگاه میکنن، این دشمنی رو که وجود داره مقدار حس بگیریم باهاش، اونا چطور دارن دشمنی میکنن، از چه عقبه ای استفاده میکنن، با چه توجیهاتی، و چقدر حیفه که اینا تو فضای رسانه ما باز نمیشه و بحث نمیشه. من میخوام برم سراغ آقای نیل فرگوسن. آقای نیل فرگوسن از کسانی بود که از همون روز اولی که حملات طوفان الاقصی شروع شد، ایشون اومد گفتش که ما در لولای تاریخ ایستادیم، اگر اسرائیل و رژیم صهیونیستی تضعیف بشه و اگر دشمنان این رژیم بتونن برش مسلط بشن، لولای تاریخ خواهد چرخید و منطقه، حالا نظر اون خاورمیانه و نگاه ما غرب آسیا، این اساسا میفته دست طرف مقابل ایالات متحده، میفته دست ایران، و ما باید هر جوری که میتونیم از رژیم صهیونیستی و اسرائیل حمایت بکنیم. این حرف همون موقع زد و حالا اون موقع توی فضایی که از نظر احساسی میگفتن آقا 11 سپتامبر توی آمریکا توی رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده، همین آقای فرگوسن به می پرداخت و توی یک نشست، دو نشست، سه نشست توی فضای رسانه‌های مختلف میرفت، مقاله مینوشت، توجیه میکرد و اینها. حالا ببینید امروز داره چه حرفی میزنه، امروز داره چطور بحث میکنه در مورد خصوصا اوکراین، چون الان اینا توی اوکراین وضع خوبی ندارند و حالا شاید ذهنیتشون اینه که اوضاع توی رژیم صهیونیستی بهتره، مقدار سوار کارن هنوز، ولی تو اوکراین اوضاع خوب نیست. ببینید چه توییتی زده، گفته که تحریم ها یک بازیه، میگه شما اومدید مثلا روسیه رو تحریم کردی، یه بازیه. حالا کلمه‌ای که استفاده کرده چریده، چرید ترجمهش میشه تظاهری پوچ به معنای به منظور ایجاد ظاهری دلپذیر یا محترمه. این یه تحریم، یه بازیه، یک تظاهر پوچه، ابزورده، به منظور ایجاد یک ظاهر دلپذیر یا محترم. میگه ما یک محور بدخواهی داریم، یک اصطلاحی رویشون جعل کرده داره تکرار میکنه، ایل ویل. ویل همینجا معنای اراده است، بدخواه، بد نیت. ما یک محور بدخواهی رو داریم و در مقابلش متحدانی رو داریم که اینها ایل ویل نیستن، گود ویلن، یعنی حسن نیت دارن. داره جبهه غرب رو میگه، خودشون رو میگه، تمدن غرب رو میگه، میگه اینا حسن نیت دارن. خب ما داریم از نگاه اینجا داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ در مورد اینکه دشمن چطور فکر میکنه، دشمن در مورد ما چطور فکر میکنه، داریم در مورد اطلاعات استراتژیکی صحبت میکنیم، چیزی که توی رسانه ما یه خورده که نه خیلی دوزش پایینه و ما اصلا نمیتونیم بفهمیم که آقا مثلا اینا دارن چطور فکر میکنن، یعنی به عنوان افکار عمومی، یعنی من به عنوان افکار عمومی اگه بخوام پای مثلا صدا و سیما بشینم نمیتونم بفهمم داره دشمن در مورد چطور فکر میکنه، داره در مورد ما چطور توجیه میکنه افکار عمومیش رو، چطور فکر میکنه و چطور میاد توجیه میکنه، اون چطور فکر میکنه، اون در مورد ما چطور فکر میکنه. این میشه اطلاعات استراتژیک و ما این اطلاعات استراتژیک رو به افکار عمومی نمیدیم. و من تلاشم اینه که شما یه خورده از این زاویه نگاه بکنید که یه کسی مثل فرگوسن از ابتدای عملیات طوفان الاقصی تا همین امروز داره چطور عمل میکنه. اون حرفای اولیشو که گفتم امروز حرفای
روزهای اخیرش رو بشنوید که داره در مورد اوکراین که اوضاع خوب نمیدونه چطور جبهه ایجاد میکنه، چطور سعی میکنه افراد رو سامان بده، کشورها رو سامان بده، قدرت رو بیاره پای کار. ما چرا یک چنین افرادی رو نداریم؟ ما چرا تو دانشگاهمون یک چنین افرادی رو نداریم یا کم داریم؟ یک سوال جدیه.